سلام دوستان، تو این آموزش قصد دارم روی یکی از حروف الفبای انگلیسی کار کنم و بهش یه استایل جدید بدم. خب شروع میکنیم. از نرم افزار ایلاستریتور گزینه فایل رو انتخاب میکنیم و بعد نیو و منتظر میمونیم تا یه پنجره به این شکل باز بشه. از گزینه هایی که داخل پنجره قرار گرفته، من ورقه A4 رو انتخاب میکنم، واحد رو روی میلیمتر تنظیم میکنم و نحوه قرارگیری صفحه رو به صورت افقی تنظیم میکنم و بعد دکمه کرییت رو میزنم و منتظر میمونم تا صفحه برای من ایجاد بشه. برای اینکه رابط کاربری نرم افزارتون شبیه رابط کاربری نرم افزار من بشه، کافی از این قسمت Essentials Classic رو انتخاب کنید. به همین راحتی محیط نرم افزارتون شبیه محیط نرم افزار من میشه. خب من برای اینکه روند آموزشمون سریع‌تر بشه، کار از قبل طراحی کردم و اونو داخل محیط نرم افزار درگ و دراپ میکنم. خب همینطور که میبینید قرار روی حرف N کار بکنیم و استایلش هم قراره به این شکل بشه. خب من برای اینکه این تصویر تکون نخوره و بتونیم راحت روش طراحی انجام بدیم، کافیه روش سلکت بکنم، از گزینه آبجکت لاک رو انتخاب میکنم و بعد سلکشن. همینطور که میبینید دیگه تکون نمیخوره. من برای اینکه بتونم این شکل رو ترسیم کنم، اول باید بیام بررسی کنم و ببینم که از چه چیزایی تشکیل شده. خب من تو این حرف و تو این شکل و استایل اول از همه 4 تا دایره میبینم که 2 تاشون بزرگن و 2 تاشون کوچیک. خب برای اینکه بخوام این دایره ها رو ترسیم کنم، کافی از این قسمت روی ابزار طراحی مستطیل کمتر از 1 ثانیه نگه دارم و بعد میبینید که یه تعداد ابزار دیگه نشون داده میشه و از بین اون ابزارا من ابزار طراحی دایره رو انتخاب میکنم و الان میتونم طراحی دایره رو انجام بدم. خب برای اینکه بتونیم دایرهمون رو طراحی کنیم و مرکزش دقیقاً جایی باشه که موس من قرار داره، کافیه گزینه آلت و پایین نگه دارم و بعد شروع کنم به ترسیم کردن. ولی همینطور که میبینید یه دایره کامل نیستش و برای اینکه یه دایره کامل بشه، کافیه به همراه آلت شیفت رو هم نگه داریم به همین راحتی. خب این دایره ترسیم شد، ولی من میخوام این داخلش رنگ نداشته باشه که بتونم تصویر پشت رو ببینم. کافی از این قسمت نان رو انتخاب کنم. همینطور که میبینید رنگ داخل دایره حذف میشه. خب نیازه یکم بزرگتر بشه. کافی شیفت رو نگه دارم که دایرهمون 1 دست بزرگ بشه. به همین راحتی. از این دایره کپی ایجاد میکنم. ادیت، کپی، ادیت، پیست این فرانت. و اینو این قسمت قرار میدم. چون این دوتا دایره ها هم اندازن. خب دوتا دایره کوچیک هم داریم. خب من کافی از این یک کپی ایجاد کنم. ادیت، کپی، ادیت، پیست این فرانت. و من انتقالش میدم به سمت بالا و بعد با نگه داشتن دکمه شیفت از یک گوشه شروع میکنم به کوچیک کردن. به همین راحتی. خب کافی از این یک کپی ایجاد کنم. ادیت، کپی، ادیت، پیست این فرانت و اون رو بیارم این قسمت. خب دایره ها ترسیم شدن و تنها چیزی که باقی میمونه اینه که ما این خطوط بین دایره ها رو ترسیم کنیم. برای این کار من از ابزار پن تول استفاده میکنم. خب از اینجا شروع میکنم به ترسیم کردن. کافی از این نقطه یک کلیک انجام بدم و اینجا تمومش کنم. خب برای اینکه این
خط حذف بشه و دیگه ادامه دار نباشه کافیه از این قسمت سلکشن تول رو انتخاب کنم. میبینید ترسیم خطمون تمام میشه و ابزار پن تولمون از کار میفته. خب برای اینکه این قسمت رو طراحی کنیم کافیه دوباره بریم سراغ پن تول، اینجا یک کلیک انجام بدیم، یه نقطه ایجاد میشه، اینجا هم همینطور که میبینید اینجا انحنا پیدا میکنه. خب چطور من باید این کار رو انجام بدم که این خطی که ترسیم میکنم انحنا دار بشه؟ کافیه تو جایی که قراره نقطتون رو ایجاد کنی کلیک انجام بدید، ولی کلیکتون رو رها نکنید و شروع بکنید به کشیدن. به همین راحت میبینید اون خطی که قراره ترسیم بشه انحنا دار میشه. خب جای بعدی اینجاست، به همین راحتی. خب برای اینکه این ابزارمون کارش تموم بشه کافی از این قسمت سلکشن تول رو انتخاب کنی. خب به همین ترتیب برای بقیه خطوط ها هم همین کار رو انجام میدیم و این مسیر رو تکرار میکنیم. دوباره پن تول اینجا و اینجا خوب باشه. یه خط دیگه نیاز داریم برای این قسمت، اینجا نیاز خطمون انحنا دار باشه، پس وقتی نقطه رو ایجاد میکنیم کلیکمون رو ول نمیکنیم و همینطوری به طراحیمون ادامه بدیم. و اینجا من تموم میکنم. خب یه خط اینجا باقی مونده که اون رو هم انجام میدیم. خب من برای اینکه خطای اضافی از بین بره کافیه همشون رو سلکت بکنم، از این قسمت روی ابزار شیپ بیلدر تول کلیک کنم و من این کار انجام دادم. و برای اینکه این قسمت ها رو یکی کنم تا این خطوط حذف بشه کافی از یک جا شروع کنم، کلیک کنم، کلیکم رو رها نمی کنم و تا این قسمت هدایت میکنم. به همین راحتی میبینید این قسمت یک دست شد. حالا برای این قسمت هم باید این کار رو انجام بدیم. کافیه از این قسمت شروع کنم و اینجا تمومش کنم و اینجا. به همین راحتی تونستیم شکل کلی رو ترسیم کنیم. خب من اینو به این قسمت انتقال میدم. این تصویر رو از حالت قفل میخوام خارجش کنم، برای این کار از این قسمت یعنی تب آبجکت آنلاک رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید از حالت قفل خارج میشه و اونو به یه گوشه از صفحمون انتقال میده. خب حالا با چطور رنگ آمیزیش کرد، یعنی رنگش به این شکل داره. خب من از این قسمت شروع میکنم. برای اینکه رنگم شبیه تصویرمون در بیاد، از سمت راست صفحه نمایشم گزینه گردینت رو انتخاب میکنم و از بین گزینه هایی که تو اون صفحه کوچیک برای من باز شده لینیر گردینت رو انتخاب میکنم. میبینید یه تدارج رنگی خیلی زیبا ایجاد شده، ولی رنگش و جهت این تدارج رنگی با این چیزی که ما تو تصویر میبینیم مغایرت داره. خب برای اینکه شکل تدارج رنگیمون شبیه به تصویرمون بشه کافیه از این قسمت اول از همه رنگا رو تغییر بدیم. خب من از رنگ سفید شروع میکنم. کافیه دوبار روش کلیک بکنی
و از صفحه کوچیکی که برامون باز میشه کالر پیکر رو انتخاب میکنیم. خب من این رنگ زرد کمرنگ رو انتخاب میکنم و برای رنگ مشکی هم همین مسیر رو تکرار میکنیم. از پنجره کوچیک کالر پیکر رو انتخاب میکنیم و رنگ نارنجی رو انتخاب میکنیم. ولی جهتش اشتباهه. برای اینکه این جهتش درست بشه کافی از این قسمت اندازه زاویه‌مون رو انتخاب کنیم. خب من اول 90 رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید جهت رنگا اشتباهه. دو تا روش داره. یا اینکه از همین قسمتی که زاویه رو انتخاب کردیم من منفی 90 رو انتخاب کنم، یا اینکه نه، بیام از این قسمت ریورس گرادینت رو انتخاب کنم که جای رنگا عوض بشه. هر کدوم از این شیوه رو انتخاب کنید به اون نتیجه‌ای که می‌خواید میرسید. خب سراغ بقیهش خطوط میریم و من اینو انتخاب میکنم و دوباره گرادینت، لینیر گرادینت، و حالا باید رنگا رو تغییر بدم و به این شکل در بیارم. خب اول روی این رنگ دوباره کلیک میکنم، کالر پیکر رو انتخاب میکنم و این رنگ رو سلکت میکنم و بعدش سراغ رنگ بعدی میرم. جهتش باید تغییر کنه. همینطور که میبینید جهت این رنگمون یا این تدارج رنگیمون فرق میکنه. برای اینکه بتونیم یه جهت دلخواه، نه از این قسمت، دلخواه یعنی هر زاویه که خودمون مد نظرمونه به تدارج رنگیمون اعمال کنیم، کافیه بیاییم این قسمت، همینطور که میبینید یه ابزاری ایجاد شده که مربوط به گرادینته و کافیه از اینجا میبینید موسم اون آیکونه موسم به شکل یه پیکانی که در حال چرخشه در اومده و وقتی به این شکل تبدیل شد کافیه به چرخونم به همین راحتی و بعدش میتونیم این ابزار رو جابجا کنیم که همینطور میبینید جای گرادینتمون رو تغییر میکنه. خب حالا سراغ شکل بعدی اون میریم. خب من اینو انتخاب میکنم، دوباره گرادینت، دوباره لینیر گرادینت. خب حالا نیازه که رنگا تغییر کنه. خب من روی این رنگ دوباره کلیک میکنم، کالر پیکر، این رنگ رو انتخاب میکنم و این رنگ رو دوباره سلکت میکنم، کالر پیکر رو انتخاب میکنم و این بار این قسمت از رنگمون رو انتخاب میکنم. زاویهش رو روی 90 درجه قرار میدم. جای رنگ ها اشتباه است. کافیه این گزینه رو بزنم یا اینکه اینجا بیام منفی 90 رو انتخاب کنم. هر مسیری که برید به این نتیجه میرسید. خب سلکشن تول رو انتخاب میکنم. چیزی که الان برای ما مشکل ایجاد کرده اینه که دور این اشکال حاشیه است. برای اینکه این حاشیه رو از بین ببریم کافیه همه رو سلکتشون کنیم و از این قسمت که مربوط به رنگ‌آمیزی حاشیه است گزینه نان رو انتخاب کنیم. می‌بینید به همین راحتی حاشیه رو از بین بردیم و تونستیم شکل مورد نظرمون رو طراحی کنیم. خب من دیگه به این شکل نیازی ندارم، کافی سلکتش کنم و دکمه دیلیت رو بزنم و به همین راحتی می‌بینید که به نتیجه دلخواهمون رسیدیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش بعدی خدا نگهدار.